به نام خدا. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ ادامه آموزشمون. ما در رابطه با ساختار تصمیم داریم صحبت میکنیم و ساختار تصمیمی به نام ایف. میخواییم الان در رابطه با برنامه ای صحبت بکنیم که بحث بخش پذیری خواهد بود. ابتدا بریم برنامه رو بنویسیم. بعد از اینکه این برنامه رو نوشتیم به شما میگم که چطوری کار خواهد کرد. ابتدا من دوتا متغیر از نوع اینت تعریف میکنم. دوتا متغیر رو به واسطه سی این مقدارشون رو دریافت میکنم. خب اینجا ایف رو قرار بدیم، میگیم که بی نقیزه با صفر بررسی بشه و اند منطقش با A مودش به B هم بررسی بشه. بعد از اون اگر این شرط ها برقرار بودن چه اتفاقی بیفته؟ سیوت کن Yes رو، یعنی بخش پذیر اون عددی رو که ما میخواییم بررسی بکنیم. و بعد میام چی کار میکنیم؟ میایم و else رو مینویسیم، میگیم در غیر این صورت چه اتفاقی بیفته. سیوت کن چیا نور. خب get cs رو هم که نوشتیم و بریم سراغ صحبت کردن در رابطه با عمل کرده این برنامه. ببینید بچه‌ها، وقتی ما میخواییم بیاییم و بخش پذیری دو عدد رو با همدیگه بررسی بکنیم، بر فرض مثال ما قرار هست ببینیم آیا عدد 4 به مثلا عدد 2 بخش پذیر هست یا نه، ما ابتداعا باید چیکار بکنیم؟ باید بیاییم عدد 4 رو بر 2 تقسیم بکنیم. اگر باقی مانده تقسیم عدد 4 بر 2 برابر با 0 شد، یعنی عدد عدد بخش پذیری هست. بار دیگه میگم، ببینید بچه ها، برای بخش پذیری یک عدد مثلا میخواییم ببینیم آیا 4 بر 2 بخش پذیر هست یا نه. برای این کار چی کار میکنیم؟ میاییم عدد 4 رو بر 2 تقسیم میکنیم. اگر باقی مانده تقسیم عدد 4 بر 2 برابر شد با 0، پس اون عدد عدد بخش پذیری هست. خب اومدیم چیکار کردیم؟ برای این کار اومدیم از دو تا متغیر استفاده کردیم از نوع این با نامهای A و B. دو تا متغیر رو به واسطه یه دستور سی این مقداردهی میکنیم. خب تا اینجاش که اصلا بحثی وجود نداره. اومدیم گفتیم که اگر B نقیز بود با صفر، یعنی عدد دومی که در متغیر B ما قرار میگیره با صفر برابر نبود، بچه این نقیز رو ما در موردش صحبت کردیم چه عملگری هستش، برابر با صفر نبود و A مودش به B، بچه این A مودش به B، یعنی چی؟ یعنی A رو تقسیم بر B بکن، باقی مانده A تقسیم بر B ببین چند میشه. اگه A مودش به B، A تقسیم بر B باقی ماندهش برابر شد با صفر، یعنی چی؟ یعنی اون عددی رو که ما مثلا گرفتیم در متغیر اول قرار دادیم تقسیم بر اون عددی که گرفتیم و در متغیر B گذاشتیم بکنیم، اون عدد عدد بخش پذیری هست. بچه ها به این دستورات شرطی، به این شرط هایی که ما اینجا نوشتیم و از علامت اند استفاده کردیم بینشون، بهشون میگن یه نوع ارزیابی میانبری یا مدار کوتاه. من در رابطه با این اند منطقی در جلسه گذشته مفصل صحبت کردم، گفتم در صورتی ما حاصل بررسی این دوتا شرط رو برابر با یک قرار میدیم، یعنی برابر با ترو میشه، که هم شرط اول برقرار باشه هم شرط دوم. در غیر این صورت حتی اگر یکی از این شرایط برقرار نباشه، این شرط به نوعی از درجه
اجرا ساقط میشه، یعنی دیگه دستور بعد از اون اجرا نخواهد شد و وارد else میشه. چرا بهش میگن ارزیابی میانبری یا مدار کوتاه؟ بچه ها فرض بکنید ما میخواییم یک تروی رو با یک فالس بر فرض مثال به نوعی اند منطقی بکنیم. قبول دارید این ترو اند منطقیش با فالس برابر میشه با فالس؟ این خب قبلا گفتیم. اما اینو در نظر بگیرید، چرا ما به این میگیم ارزیابی میانبری یا مدار کوتاه؟ اگر بچه اگر اینجا به جای ترو فالس قرار بدم و این ترو باشه، آیا در نتیجه تفاوت ایجاد میشه؟ خیر. چرا؟ چون ما از اند منطقی استفاده کردیم. کامپایلر چیکار میکنه؟ میاد بررسی میکنه. ببینید اگر شرط اول برقرار بود شرط دوم رو بررسی میکنه و اجرا میکنه. چرا؟ چون ما از اند منطقی استفاده کردیم. قاعدتا اگر شرط اول برقرار نباشه یا فالس باشه دیگه مهم نیست که شرط بعدی اون درست باشه یا اشتباه باشه. شرط اول اگر درست بود شرط دوم بررسی میشه. پس بررسی شرط دوم بستگی به این داره که شرط اول برقرار باشه در اند منطقی. اینجا سرعت اجرای برنامه ما خیلی بیشتر میشه. اگر مثلا بر فرض مثال این شرط برقرار نباشه دیگه کامپایلر ادامه رو به نوعی اجرا نمی کنه، میگه خب وقتی اینجا اشتباه باشه خب چه کاری من بیام مثلا این دستور رو هم بررسی بکنم؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که ما گفتیم که در صورتی حاصل دو عمل ون وقتی اند منطقی بینشون هست ترو میشه که هر دوتاشون درست باشن. اینجا اگر این شرط برقرار نباشه ولی این شرط برقرار باشه، آیا این دستور اجرا میشه؟ به هیچ عنوان. در صورتی این دستور اجرا میشه که هر دوتا شرط درست باشن. حالا اگر این برقرار باشه میره شرط بعدی رو بررسی میکنه، ممکنه این شرط درست باشه ممکنه درست نباشه. اما چرا بچه ها ما اومدیم و به نوعی گفتیم عدد دوم برابر با صفر نباشه؟ اگر برابر با صفر نبود و بعد بیا مثلا بیا ای رو مدش به بی رو پیدا بکن، اگه برابر با صفر بود بگو که بخش پذیر است. بچه ها اگر من این رو بردارم و برنامه رو اجرا بکنم، ببینید الان تفاوتش رو خدمت شما عرض میکنم. بذارید من اینجا این رو اجرا بکنم. اگر ما بیایم یک عددی مثلا مثل 4 رو تقسیم بر 2 بکنیم، خب قاعدتا به ما میگه که بخش پذیره، 4 بر 2 بخش پذیره. اما اگر ما چیکار بکنیم، بیایم همین عدد 4 رو بر 0 تقسیم بکنیم، میبینید بچه ها یک اروری به ما داد و به نوعی باعث ارور سیستم عامل میشه. یه جوری اون پی سی شما رو، اون سی پی شما رو با خطا مواجه میکنه. ما نباید کاری بکنیم که برنامه بیاد اعداد رو بر صفر تقسیم بکنه. ما باید جلوی این کار رو بگیریم و وقتی مینویسیم بر فرض مثال بی نقیزه با صفر باشه، یعنی اینکه ما اجازه ندیم عدد دوممون صفر باشه که اون عدد اولی بر صفر تقسیم بشه و باعث ایجاد خطا بشه. این به این دلیل هست که ما از بروز خطا در کامپایل برنامه‌مون و در سیستم عامل یا در پردازنده سیستممون جلوگیری بکنیم. خب اینجا اگر ما بیایم الان مثلا 4 رو دیگه بر صفر تقسیم بکنیم، به ما میگه که نو بخش پذیر نیست، یا به هر حال میتونیم به جای نو ارور رو چاپ بکنیم. دیگه اجازه نمیده محاسبات انجام بشه و عدد مثلا 4 بر صفر تقسیم بشه. بچه ها در برنامه نویسی شما نباید به هیچ عنوان کاری بکنید که اعداد بر صفر تقسیم بشن. این برای برنامه شما مشکل ایجاد میکنه و باعث میشه که برنامه شما یا با خطا مواجه بشه یا سیستم شما هنگ بکنه. این در رابطه با بحث بخش پذیری اعداد.
خیلی خب بچه ها، میخواییم برنامه بنویسیم که توی این برنامه ما در رابطه با یه مبحث جدیدی به نام ایف‌های تو در تو صحبت بکنیم. خب چه برنامه بنویسیم؟ بیاییم همین برنامه قبلی رو که نوشتیم با مبحث ایف‌های تو در تو بنویسیم تا بتونیم به نوعی مبحث ایف‌های تو در تو رو هم بهش بپردازیم. ابتدا میام دو تا متغیر تعریف میکنم با نام های A و B از نوع int، اونها رو به واسطه دستور cin مقداردهی میکنم. بعدش چیکار میکنم بچه؟ ما تو برنامه قبلی اومدیم و دو تا شرط رو، یعنی دو تا عبارت رو درون یک شرط بررسی کردیم و بین اونها از امر منطقی استفاده کردیم و گفتیم زمانی دستور بعد از این شرط اجرا میشه که دوتا شرط درون این شرط یا دوتا عبارت درون شرط بررسی بشن و درست باشن. حالا میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام بیام از ایف های تو در تو استفاده بکنم. مثلا چطوری؟ ما شرط اولمون اگه یادتون باشه گفتیم که بی نقیض باشه با صفر، یعنی اگر بی نقیض بود با صفر میگفتیم که بیا مثلا اندش با اند منطقیش با مثلا ای مودش به بی برابر باشه با صفر، بعد بیا مثلا این دستوری که اینجاست رو اجرا بکن. الان من نمیخوام این کار رو انجام بدم، من میخوام از ایف های تو در تو استفاده بکنم. ابتدا میام این ایف رو اینجا مینویسم، یه ایف دیگه بعد از اون مینویسم بچه ها، و شرط دومم رو اینجا بهش میپردازم. این شرط دوم رو اینجا بررسی میکنم. شرط دوممون این بود که بیاد بررسی بکنه اگر ای مودش به بی برابر بود، این بی چرا بزرگ شد، بی برابر بود با صفر چیکار بکنه؟ بیاد سی اوت بکنه که yes، بله بخش پذیره مثلا عددی رو که داریم بررسی میکنیم. خب بچه ببینید، اینجا ما نوشتیم ایف اول که بیاد اولا بررسی بکنه که آیا بی که ما میخواییم مثلا یه عددی رو برش تقسیم بکنیم مخالف صفر هست یا نه. اگر مخالف صفر بود خب یه شرط دیگه هم باید بررسی بشه، از این شرط گذر میکنه، اگر مخالف صفر بود میاد به شرط بعدی میرسه. شرط بعدی چیکار میکنه؟ میاد میگه خب ببینم عدد اولی که کاربر وارد میکنه، فاصله ها رو کم کمتر بکنید قشنگتر باشه، اگه اون عدد اولی که کاربر درون متغیر اول وارد میکنه تقسیم بر اون عدد دوم که در متغیر دوم قرار میگیره بشه، آیا باقی ماندهش برابر با صفر میشه؟ گفتیم که ما وقتی بخوایم بخش پذیری یک عدد رو نسبت به یه عدد دیگه بررسی بکنیم باید باقی مانده حتما صفر باشه. گفتیم چرا مثلا باید بررسی بکنیم که حتما عدد دوم صفر نباشه؟ گفتیم باید جلوی تقسیم هر عددی رو به صفر بگیریم تا برای ما تو برنامه مشکل ایجاد نکنه. خیلی خب، بعد از این اومدیم گفتیم خب اگه اینها بررسی شد خب میشه yes. بچه ها اینجا چیکار میکنیم؟ اگر هر کدوم از اینها، بچه ها اگر هر کدوم از این شرط ها برقرار نبودن، همیشه ما یه else داریم، اما ایلس هایی که قرار میدیم خب باید مشخص باشه. درسته خانایی برنامه کمتر میشه وقتی ما از ایف های تو در تو استفاده میکنیم، اما خب این مبحث رو من باید بهش میپرداختم و این مبحث رو به شما آموزش میدادم. ایف های تو در تو کلن بچه خانایی برنامه رو کمتر میکنن. ما گفتیم که چه اتفاقی بیفته؟ خب اگر مخالف صفر بود و ای مودش به بی، یعنی اون متغیر اول مودش به بی که میشه مثلا ای تقسیم بر بی باقی ماندهش برابر با صفر هم بود، به نوعی چه اتفاق بیفته؟ بگو که بله بخش پذیر. اما بعضی وقتا ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ ممکنه مخالف صفر باشه اما باقی مانده اون وقتی اون رو مثلا تقسیم بر بی میکنیم خب صفر نشه، یک بشه. خب چه اتفاقی باید بیفته؟ اینجا باید بگیم
که یه else باید قرار بدیم. این else‌ای که بعد شما قرار میدیم، این else مربوط به این ایفه. خب else رو بذاریم، بگیم چه اتفاقی بیفته. سی اوت کن، نو رو اینجا هم سی میکنم. بچه ببینید، ما هر else‌ی که قرار میدیم باید مشخص باشه که این else مربوط به کدوم if هست. وقتی از به نوعی مبحث if هایی تو در تو داریم استفاده میکنیم. اینجا این else‌ی که من قرار دادم مربوط به این ایفه، یعنی ما if اول رو بررسی کردیم، این شرط برقرار بود، میخوایم چیکار بکنیم؟ if دوم رو بررسی بکنیم. اگر if دوم برقرار بود که هیچ، یا چیکار میکنم؟ یا دیگه رو برای ما در خروجی نمایش میده. اما اگر این if برقرار نبود چه اتفاقی باید بیفته؟ خب یه else باید داشته باشه دیگه. میگیم خب ممکنه از این شرط عبور بکنه، بیاد به این شرط برسه، ولی این شرط برقرار نباشه. خب میایم چیکار میکنیم؟ میگیم یه else اتفاق بیفته اینجا، در غیر این صورت به ما بگو که اون عدد بخش پذیر نیست. اما بچه ها ممکنه همون ابتدا عدد دومی که ما وارد میکنیم صفر باشه. باید جلوی این رو هم بگیریم و به کاربر یک پیام خطایی بدیم. میگیم در غیر این صورت، سی اوت کن چیو؟ سی اوت کن مثلا ارور رو. خب چرا این کار رو انجام دادیم؟ ببین بچه ها، اومدیم از دوتا ایف استفاده کردیم که معروفن به ایف های تو در تو. اگه من برنامه قبلی رو باز بکنم، بچه یه لحظه اجازه بدید من برنامه قبلی رو، اینجا دارم برنامه قبلی رو، نگاه بکنید بچه ها. ما اینجا اومدیم دوتا شرط رو، دوتا عبارت رو درون یک ساختار شرط به نوعی بررسی کردیم. گفتیم که ابتدا اول بررسی بشه که آیا مثلا عدد دومی که از طرف کاربر دریافت میشه صفر هست یا نه. اگر صفر نبود، بعد بیاد این شرط دوم بررسی بشه. ببین بچه ها، اینجا خب ما برای دوتا دستور، دوتا عبارت شرطی که قرار دادیم و میخواییم بررسی بشه، یک دستور رو بررسی میکنیم. یعنی اگه هر کدوم از اینها اشتباه باشه، فقط به نوعی یک دستور بررسی میشه. اگر هر دوی اینها درست باشه، عذرخواهی میکنم، اگر هر دوی اینها درست باشه، فقط یک دستور برای ما اجرا میشه. حالا ممکنه یکی از این دستورات درست باشه، یکیش اشتباه باشه. اون موقع چه کار باید بکنیم؟ اون موقع چه اتفاقی باید بیفته؟ ببین بچه ها، ما گفتیم که اگر یکی از این دوتا شرط اشتباه بود به واسطه این else‌ی که مربوط به این if هست، بیا چیکار کن؟ بیا نو رو در خروجی برای ما نمایش بده. اما تو این برنامه ما نیومدیم دوتا شرط رو اینجوری بررسی بکنیم که فقط یک دستور برای اونها اجرا بشه. گفتیم که هر کدوم از این عبارت‌ها که دارن بررسی میشن، به نوعی یه دستور براشون در نظر گرفته بشه. ما گفتیم اگر نقیزه با صفر بود، خب یه شرط دوم رو بررسی بکنه. شرط دوم اگر درست بود، خب این yes رو برای ما اجرا میکنه. اگه درست نبود، میاد no رو برای ما چاپ میکنه. اما اگه از همون اول شرط ابتداییمون برقرار نبود، دیگه به این شرط نمیرسه، درسته؟ باید یه else داشته باشیم. میاد چیکار میکنه؟ میاد این دستور رو برای ما اجرا میکنه. پس به نوعی میشه گفت در مبحث ایف های تو در تو، به نوعی ما دستمون برای اضافه کردن کدهای بیشتر برای به نوعی اون مبحث کلی تر برنامه بازتره و به ما این اجازه رو میده که کدهای بیشتری رو اضافه بکنیم و دستورات بیشتری رو اجرا بکنیم. اما در مبحث استفاده از دستورات ارزیابی میانبری یا مدار کوتاه، نه بچه ها، اگه هر کدوم از این شرط ها برقرار نباشه، فقط یک شرط، یک دستور اجرا میشه. اگه هر دوتاش هم به نوعی برقرار باشن، باز هم فقط یک دستور برای اونها اجرا میشه. اینجا ببینید بچه ها، ایف اول بررسی میشه، اگه درست نبود، خب دیگه وارد این دستورات نمیشه.
اگه درست نبود میاد و دستور ارور برای ما در خروجی نمایش داده میشه. اما اگر شرط اول ما برقرار بود میاد شرط دوم رو بررسی میکنه. این وسط ممکنه این شرط برقرار باشه، ممکنه این شرط برقرار نباشه. اگر برقرار بود خب سیوت میکنه این یس رو، این چاپ میکنه یس رو. اگر برقرار نبود خب وارد ایلس میشه و این سی اوت رو برای ما در خروجی به نمایش میذاره. یعنی ما برای هر ایفی اومدیم و یک الس قرار دادیم. ایف اولی که ما اینجا قرار دادیم السش میشه این. قبول دارین اگر ما بیون برابر با صفر بود نباید تقسیم اتفاق بیفته؟ خب باید اتفاق بیفته دیگه، به ما بگه که مثلا شما خطا دارین وارد میکنید، عددی که دارین وارد میکنید عدد اشتباهیه، به ما میگه که ارور دارین، شما نباید صفر وارد بکنید برای متغیر دوممون. خیلی خوب، اومدیم بعدش گفتیم که مثلا اگر صفر نبود خب دیگه باید بیاد این دستوراتی که اینجا هستن رو برای ما اجرا بکنه. خب بچه‌ها بریم با هم دیگه یه مثال دیگه در رابطه با ایف های تو در تو با هم دیگه حل بکنیم. میخوایم همون برنامه‌ای رو که تو قسمت قبلی هم نوشتیم این بار با ایف های تو در تو بنویسیم. میخوایم برنامه‌ای رو بنویسیم که سه تا ورودی از کاربر دریافت بکنه و بیاد کوچکترین عدد رو در خروجی به ما بین این سه تا عدد دریافتی از کاربر نمایش بده. ابتدا من سه تا متغیر تعریف میکنم. اول زبان کیبوردم رو تغییر بدم. A و B و C. سین کنیم. A B و C رو حالا میگیم که if اگر A کوچکتر از B بود، یه if دیگه اگر A کوچکتر از C بود چیکار کن؟ بیا برای من سی اوت کن، A رو در غیر این صورت که میشه else برو جلو. الان براتون توضیح میدم بچه‌ها، بذارید این رو من کامل بنویسم بهتون میگم که چیکار کردم. سی اوت کن سی رو. تا اینجا رو داشته باشین بچه ها. من اومدم در شرط اول بررسی کردم، گفتم که اگر متغیر اول از متغیر دوم کوچیکتر بود، خب و باز متغیر اول باز از متغیر دوم سوم هم کوچیکتر بود، خب وقتی این اتفاق بیفته، یعنی ما متغیر اولمون از متغیر دوم و سوممون کوچیکتر باشه، خب دیگه میشه عدد کوچیکتر دیگه بین سه تا متغیر. اگر خوب گوش کنید بچه‌ها، اگر A ما از B کوچیکتر بود، خوب گوش کنید، اگر A ما از B کوچیکتر بود میاد اینجا، درسته؟ یا تو این شرط. اگر باز A ما از C هم کوچیکتر بود، خب A میشه کوچیکتره. اما اگر A از B کوچکتر بود ولی A از C کوچکتر نبود، یعنی متغیر سوم ما میشه کوچکترین عدد بین سه تا متغیر. چرا این اتفاق میفته؟ بچه خوبش توجه بکنید، خیلی واضحه. ما گفتیم اگر A کوچکتر از B بود و A کوچکتر از C بود چه اتفاقی بیفته؟ بیاد بگه مثلا سی اوت کن A رو، یعنی A کوچکترین متغیره. اما ممکنه A از B کوچکتر باشه ولی از C کوچکتر نباشه. اگر A از B کوچکتر باشه ولی از C کوچکتر نباشه، یعنی از C بزرگتره دیگه. خب اینجا دیگه این برقرار نیست، خب این شرط برقرار نیست، میاد توی else. else چیکار میکنه؟ متغیر سوم رو برای ما چاپ میکنه. خیلی خوب، حالا ما میخواییم یه else بنویسیم که این else مربوط به if ابتداییه. else رو من بنویسم else
در غیر این صورت if اگر b ما کوچکتر از c بود چیکار کن؟ این تو رفتگی ها رو بنویسم که خانای برنامه‌مون بهتر باشه. c اوت کن b رو. خب در غیر این صورت من این السر رو اینجا بنویسم، در غیر این صورت چه اتفاقی بیفته؟ سی اوت کن سی رو. خب بذارید من اینجا ببینم چی کار کردم کامل تر توضیح بدم. ببینید بچه ها، تا اینجا شه که من براتون توضیح دادم که قرار چه اتفاقی بیفته. اما بچه ها اگر A از B کوچیکتر نبود دیگه وارد این شرط نمیشه. چرا وارد این شرط نمیشه؟ خب A از B دیگه کوچیکتر نیست. ما گفتیم این if ها به هم دیگه وابستن، این if باید درست باشه که وارد if بعدی بشه. خب اگر این if برقرار نباشه دیگه این دستورات اجرا نمیشن. خیلی ساده میگه که اگر A کوچیکتر از B نبود بیا چیکار کن؟ بیا این شرط رو بررسی کن. خب A از B کوچکتر نیست دیگه. A از B کوچکتر نیست یعنی چی؟ یعنی B از A کوچکتره. وقتی A از B کوچکتر نباشه بچه ها، یعنی B از A کوچکتره، درسته؟ حالا یا مساوی یا کوچکتر، که اینجا ما فرض بر کوچکتر بودن B در صورت این که A از اون کوچکتر نباشه گذاشتیم. خب وقتی بچه ها B از A کوچکتر باشه، خب بررسی میکنیم ببینیم آیا B باز از C کوچکتر هم هست یا نه. اگر B از C کوچکتر بود، خب عدد کوچکتر ما میشه B، یعنی اون متغیر کوچکتره میشه B. اما اگر B از C کوچکتر نبود، چون از B کوچکتره و فرض رو بر این گذاشتیم که اعداد مساوی وجود ندارن، خب میشه C عدد کوچکتر دیگه. پس در خروجی متغیر سی برای ما به نمایش در خواهد اومد. خیلی واضح بچه ها، من یه بار دیگه براتون توضیح میدم، خوب توجه بکنید تا این مسئله براتون جا بیفته. بچه ها ببینید، بچه ها اومدیم گفتیم اگر متغیر اول از متغیر دوم کوچکتر بود، بیا شرط دوم رو بررسی بکن. حالا شرط دوم یعنی چی؟ میگه که اگر متغیر اول از دوم کوچکتر بود و متغیر اول از متغیر سوم هم کوچکتر بود، به این نتیجه میرسیم که متغیر اول که همون A عدد کوچکتر رو نگهداری میکنه. خب اما ممکنه متغیر اول از متغیر دوم کوچکتر باشه اما از متغیر سوم کوچکتر نباشه. این به این معنیه که متغیر سوم ما میشه عدد کوچیکترمون. اما ممکنه متغیر اولمون از متغیر دوممون کوچیکتر نباشه، دیگه وارد این شرط if و else دیگه نمیشه، میاد و else رو به نوعی بررسی میکنه. وقتی متغیر اول از متغیر دوم کوچکتر نباشه، قاعدتاً چون ما گفتیم اعداد مساوی وارد نمی کنیم و برنامه‌مون اعداد مساوی رو فرض می کنیم دریافت نمی کنه، پس متغیر دوم از متغیر اول قاعدتاً باید کوچکتر باشه. وقتی این اتفاق بیفته، حالا باید بررسی رو بین دو تا متغیر دوم و سوم انجام بدیم. آیا متغیر دوم ما از متغیر سوم هم کوچکتره؟ خب اگه این اتفاق بیفته، این اتفاق به نوعی این مسئله درست باشه، پس متغیر دوم ما میشه کوچکترین عدد بین سه عدد ورودی. اگه نه، B از C کوچکتر نباشه اما از A کوچکتر باشه، قاعدتا متغیر سوم ما که C هست میشه متغیر کوچکتر که باید اون رو در خروجی نمایش بدیم. بذارید یه اجرا بگیریم بچه ها. من 40 رو، 30 رو و 50 رو وارد میکنم، باید 30 رو به من نمایش بده. ببینید بچه ها خیلی کامل داره کار میکنه و برنامه ما درسته.
حالا هر عددی من بخوام وارد بکنم فرقی نمیکنه، اول بخوام مثلا اعداد رو وارد بکنم، آخر بخوام وارد بکنم، اون عدد کوچکتره رو برای من در خروجی نمایش میده. بچه اینم در رابطه با مبحث ساختار ایف، تو قسمت بعدی ما در رابطه با else ایف صحبت میکنیم و سعی میکنیم تو دو جلسه آینده انشاءالله مبحث ساختارهای تصمیم رو به صورت کامل بهش بپردازیم و تمومش بکنیم. بعضی از عزیزان سوال پرسیدن که چطوری میتونم به فایل های تمرینات دسترسی داشته باشم، این هایی که داریم با هم دیگه حل میکنیم. بچه من هم شماره واتساپم رو قرار دادم، هم آدرس اینستاگرامم رو در آخر همه ویدیوها قرار میدم انشاءالله. شما میتونید با مراجعه کردن به واتساپ یا اینستاگرام آیدی خودتون رو، آیدی تلگرامتون رو برای من بفرستین، انشاءالله فایل ها رو براتون در تلگرام ارسال خواهم کرد. به امید دیدار، خدایا رو نگهدارتون.